در میان کشته ها راه می روند و قاه قاه می خندند. روح انسانی در آنها مرده است و چون گرگ های هار و گرسنه بر بالای پیکر قربانیان جولان می دهند. این فیلمی است که از سوریه توسط قیام کنندگان خارج شده. And now we have some disturbing pictures to show you. You're going to look at amateur video here. It's understood to be from the city of Dara. It appears to show Syrian soldiers walking among people they had killed and then later smiling about it. این تصاویر آماتوری که گمان می‌رود از شهر درعا باشد، ظاهرا سربازان سوری را نشان می‌دهد که در میان جنازه افرادی که کشته‌اند راه می‌روند و بعد درباره آن می‌خندند. این تصاویر به قدری تکان دهنده بود که مجبور شدیم برخی از صحنه‌هایش را حذف کنیم. ما نمی‌توانیم تایید کنیم که این تصاویر دقیقاً کی و کجا فیلم برداری شده، اما لهجه سربازان با زبان عربی که در بخش‌هایی از سوریه به کار گرفته می‌شود همخوانی دارد. شباب It is important that we can't confirm right now when or where exactly that video was taken, but the soldiers are speaking in an accent that is consistent with the Arabic spoken in parts of Syria. جنایات بشار اسد تکان دهنده است. در مواردی بدتر از هیتلر است. اعتراف گیری از خانواده قربانیان کاری مخوف است. در برابر این میزان وحشیگری رژیم اسد، مردم سوریه آزمایش عظیمی در پیش دارند. آنها روحیه خود را حفظ کرده و روز به روز به تظاهراتشان ادامه می‌دهند. این تحلیلی است از CNN که با هم می‌بینیم. رژیم سوریه نه تنها حاضر است یک پسر 13 ساله را شکنجه کند و بعد بکشد، بلکه بعد از آن هم خانواده او را مجبور می‌کند تا اتفاقی که برای فرزندشان پیش آمده را تکذیب کند. انجام چنین اعمالی اقدام وحشتناکی محسوب می‌شود. این یک کار کاملا مخوف می‌باشد. این کار کاملا مخوف است و حال آدمی را به هم می‌زند. به خصوص این روش اعتراف گیری، یعنی مجبور کردن خانواده قربانی تا اعتراف کند، این یک شیوه قدیمی دیکتاتوری می باشد. احتمالاً این رژیم خشونت‌آمیزترین رژیم حاکم در سراسر خاورمیانه باشد. دلیل آن همین است که تلاش می کند تا این گونه اعتراف‌های جمعی را بگیرد و از سرکوب وحشتناکی هم برای انجام این کار استفاده می کند. به یاد داشته باشید که این رژیمی است که گزارش شده پدر رئیس جمهور فعلی آن، یعنی حافظ اسد، 15 تا 20 سال پیش وقتی که با یک جنبش مواجه شد 20 هزار نفر را در شهر هومس کشت و بعد کل شهر را زیر لودر گرفت و صاف کرد تا تهدید را از بین ببرد. اولین چیزی که در ذهن بینندگان می آید این است که کار زیادی از دست آمریکا و جامعه بین المللی بر نمی آید. خانم وزیر کلینتون که قوی ترین اظهارات علیه رژیم اسد تا به حال را به کار برده گفت اگر بشار نمی تواند خشونت علیه مردم خود را پایان بدهد و اقدامات ضروری برای روند اصلاحات را انجام بدهد، پس می باید از سر راه کنار برود. دو نوع روش برای حکومت کردن در خاورمیانه وجود دارد. شیوه اول دادن امتیازات بزرگ می باشد که کشورهای سلطنتی این کار را می کنند. روش دوم سرکوبگری خشونت آمیز می باشد. شما شاهد بودید که قذافی به نحوی این کار را انجام می دهد. اما سوری ها دارند این کار را با توان حداکثر پیش می برند و واقعا باید گفت که این یک آزمایش عظیم برای روحیه مردم سوریه می باشد که به رغم تمام این سرکوب ها تظاهرات های روز به روز ادامه دارد.